النبي صلى الله عليه وسلم جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. اذن الهی فرا رسید برای هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه. اختار الله سبحانه و تعالی ان يكون مع النبي صلی الله علیه و سلم مرافقا له في الهجره ابو بکر رضی الله عنه. الله متعال چنین مقدر فرمود که ابوبکر صدیق یار و همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفر هجرت باشد. اجتمع کفار مکه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. کفار مکه اتفاق کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به قتل برسونند. اخذوا من كل قبيله من القبائل شاب جلد حتى يتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل ولا يستطيع بنو هاشم اخذ الثأر منهم. بدین منظور برای اینکه بنی هاشم قدرت انتقام خون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو نداشته باشند و دیه ایشون توزیع بشه و تقسیم بشه بین قبایل عرب، 40 تعدادی از جوانان قبایل مختلف رو که قوی و توانمند بودند برای قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب کردند. وضع النبی صلی الله علیه و سلم فی فراش علی رضی الله عنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی رضی الله عنه مأموریت دادند که در بستر ایشون بخوابه. نعم هذا الفتى الشجاع. این جوان شجاع. نعم حتى يرجع لكفار مكه الامانات التي كانت عند النبي. و در این حال امانت هایی رو که مردم مکه و حتی کفار در اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله گذاشته بودند و به امانت سپرده بودند به صاحبانش برگردونه. اجتمع الشبان عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جوان ها کنار خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای قتل ایشون جمع شدند. خرج النبی صلی الله علیه و سلم ولم يروا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خونه بیرون اومدند و از میان اونها گذشتند و هیچ یک از اونها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو ندید. و بدا فی الهجره. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هجرت خودشون رو آغاز کردند. اختبأ النبی صلی الله علیه و سلم فی الغار. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غار مخفی شدند. جن جنون کفار مکه. کفار مکه دچار جنون و سردرگمی شدیدی شدند. کیف یهاجر النبی صلی الله علیه و سلم. چطور شد که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از میان ما رفت و هجرت کرد؟ ارسلوا من یبحث عن النبی صلی الله علیه و سلم. به جستجوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند. جمع الاموال. اموال زیادی برای این منظور جمع کردند. و وعد كل من ياتي بالنبي صلى الله عليه وسلم او بخبر عنه ان يعطيه الاموال الطائله. و وعده دادند که هر کس محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بیاورد یا خبری از او بیاورد جایزه بزرگی به او خواهیم داد. لكن نصره الله سبحانه وتعالى. اما الله متعال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو یاری کرد. اتى كفار مكه الى الغار ولم يروها النبي صلى الله عليه وسلم. حتی کفار مکه تا دهانه غار اومدن اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو ندیدند. نعم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الهجره ادرك سراق ابن مالك. همچنین در سفر هجرت بود که سراغت ابن مالک که هنوز مسلمان نشده بود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو دید و خودش رو به نزدیکی ایشون رسوند. حتی ان الفرس ما استطاع ان يمشي. اسب سراغه نتونست به راه خودش ادامه بده و از حرکت کردن به سمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باز ماند. فما استطاع ان يدرك النبي صلی الله علیه و سلم. و نتوانست به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست پیدا بکنه. اتم الله سبحانه و تعالی له الهجره. و بدین سان الله متعال هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو کامل کرد و به انجام رسید. وصل النبي صلی الله علیه و سلم هو ابو بکر رضی الله عنه الى المدینه. و بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به همراه یار خودشون ابوبکر صدیق رضی الله عنه به مدینه رسیدند.